درست. انجمن سپیدار یا در اسم درست سپیدار زنده با زنان ایران، سپیدار تقریبا 4 ساله که شروع به فعالیت کرده. انجمن فرهنگی اجتماعی هستش که تمام تلاش این انجمن در راستای رشد و باورمند کردن قدرت و توان زنان هستش، برای اینکه باور داریم نیمه یک دنیا، نیمه یک جامعه زنان هستن و نیمه دیگر این جامعه رو همون نیمه دیگر تربیت میکنن و به جامعه تحویل میدن. یک مادره که فرزند سالمی رو میتونه تحویل یک جامعه بده، یا فرزند ناسالمی رو تحویل جامعه بده. سپیدار در راستای این شروع به فعالیت کرد تقریبا 4 سال پیش، ولی بعد در شرایطی قرار گرفتیم که می‌خواستیم اول سیاسی نباشیم. صحبتی که امروز شد که افرادی که یه مقدار ترس از سیاست دارن بتونن راحت‌تر تو این انجمن فعالیت کنن، ولی با توجه به وضعیت ایران که ما می‌دونیم فعال محیط زیستمون که در مورد یوز ایرانی صحبت میکنه الان تو زندان هست، پس ما هر کاری که بکنیم کارهامون بعد سیاسی پیدا میکنه. از این رو خب سپیدار کارهای خاصی رو انجام داد، کمپینهای بسیاری رو برگزار کرد، مثل کمپین من بیناموس هستم بعد از سرگوریدن رومینا اشرفی توسط پدرش، کمپین یک وجب از خاک ایران قابل معامله نیست در مورد قرارداد با چین، کمپین با دیدن با رفتن شاهد وطن دیدم که خاکم میرود، اما همین کمپین آخری که خدمتتون عرض کردم از یه جایی به بعد، شاید به خاطر اینکه من خودم عضو حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات شدم، همکاری و همسویی سپیدار با حزب مشروطه بیشتر و تنگاتنگ شد. به طور مثال همون کمپین با رفتن شاهد وطن دیدم که خاکم میرود یک کمپین مشترکی بین سپیدار و حزب مشروطه بود، کمپین های بسیاری. ما خیلی تلاش کردیم که این همکاری ها تنگاتنگ پیش بره و کنار هم باشیم و بر اساس یک اصولی که بهش باور داریم، چون در اساسنامه سپیدار تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان اولویت اصلیش هستش، در این باور و این مسیر بتونیم با یک نگاه سیاسی که به باورمون نزدیکتر هست و معتقدتر هستیم مثل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات، همکاری تنگاتنگی داشته باشیم. به واقع در دو پارتی که گذشته از سمینار خیلی چیزهای زیبایی اتفاق افتاد. بانوانی با نگاه های مختلف، از البته که از چپ میانه تا راست میانه، نه افرادی که نگاه های سرسختانه و دوگم دارن، کنار هم نشستن بدون هیچ تنشی، بدون هیچ اتفاق بدی، بدون هیچ دلخوری حرف زدیم، حرف همدیگر رو شنیدیم. نکته جالب این سمینار برای من این بود که ما همیشه میگیم یک نقطه مشترک داریم و اون جمهوری اسلامیه، نگاه هامون متفاوته، ولی امروز من حداقل خودم این احساس رو کردم که با نگاه های متفاوت اما یه همچین کارهایی نشون میده که ما برای رسیدن به اون نقطه که سرنگونی جمهوری اسلامیه اتفاقا نکات مشترک بسیاری داریم، افکاری رو داریم که خیلی با هم متفاوت نیست، فقط دیدگاه ایدئولوژیمون بین ما ها دیوار کشیده که من نمیتونم با تو صحبت کنم، من نمیتونم با تو پای یک میز بشینم. ولی وقتی میایم فیس تو فیس، میایم کنار هم و میشینیم صحبت میکنیم، در ساعت استراحت میریم با هم گپ میزنیم، میبینیم که نه، خیلی اشتراکات زیباتر و قشنگتر داریم از اینکه از هم فاصله بگیریم. و با توجه به اینکه مطمئنن هممون یک ایران آزاد با یک پارلمان آزاد میخوایم، یک پارلمان آزاد تک حزبی نیست، با احزاب مختلفه، و ما تو این سمینار نشون دادیم که میتونیم با افکار مختلف، همونطور که در ولایت اومده، حزب مشروطه، ستاد همبستگی، جبهه هفت آباد، شورای ملی تصمیم، یعنی تشکلات بسیاری نمایندگانشون حضور دارن، میتونیم کنار هم بشینیم، صحبت بکنیم، برنامه ریزی کنیم و امیدوارم ختم این سمینار به یک کمیته هماهنگی، به یک قطعنامه‌ای که قرار بشه کار اجرایی انجام بده و یه حرکت زیبا، قدرتمند و انقلابی رو از امروز شروع بکنیم به این نتیجه.